آدم فراری که از خودش رد و نشون به جا نمیذاره. معلوم نیست چه دست و گلی به آب دادن که دیشب جور و پلاسشون ریختن تو وانه تو رفتن. من باید با پلیس میمادم اینجا، اما گفتم اول با خودشون یه صحبتی بکنم، شاید نیازی به این کار نباشه. بسیار خوب، اگر فردا اومدن یا خبری ازشون شد بگیم با من تماس بگیرن. در غیر این صورت مجبورم از راه قانونی اقدام کنم. شما کار خوبی میکنی. کاش زنده بودی مامان، اینجوری یکی رو داشتم که حداقل باش درد و دل کنم. حالا همه درد ها مونده گوشه این دلم. آقا چرا مامان؟ چرا من بعد اینقدر بدبخت باشم؟ دیگه خودم باهم قهر کرده، صدامو نمیشنوه. حالا من با این بچه تو شکمم چی کار کنم؟ سلام. خب حرف بزن، واسه چی میخواستی ما رو ببینی؟ آقا خیالات برش داشته، فکر ما میخواییم سهمشو بالا بکشیم و سرش بی کلاه بمونه. کدوم سهم؟ ما که سنگامونو با هم واکندی. بهت گفتم تسویه حساب بیمونه برای وقتی که زمین ها رو فروختم، نگفتم؟ بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. جمع کنید این بند و بساط خالی بندی رو. چه زمینی، چه کشکی، چهار تا سند و بونچوق انداختین. جوران فکر کردین چارنر واسه تون میدازم؟ نه داداش، به جای این وعده وعیدای آبدو خیاری دست تو جیب کنید و پول اخ کنید، وگرنه بند آب میدم. داری تهدید میکنی؟ نه دارم اخطار میدم، اوضاع خیلی بیریخته. امروز اون یارو وکیل اومده و سراغم. ناکسی میدونم خونمون هر کجا یاد گرفته بود. خیلی هم شاکی بود. چیزی که بهش نگفتی؟ مگه مغز خر خوردم؟ نامرد خرکش هم کرد، چسبوندم به دیوار. هرچی از و جز کرد مغر نیومدم واسش. آخر سرم تهدید کرد که با پلیس میاد سراغ. کاری نمیتونه بکنه. تا بخواد ادعاشو تو دادگاه ثابت بکنه و شاهد ببره بیاره چند ماه طول کشیده و ما هم همه کارا رو تموم کردیم. این طوری هم که فکر میکنی نیست، طرف وکیله، اراده کنه به چارمیخ میکشه ما رو. بگو جا زدی و خلاص. آره جا زدم، بهتون گفته باشم اگه من و زنم گیر بیافتیم بشمارسه همه تون رو لو میدیم. باید یکی دو هفته بره یه جایی، مسافرتی، خونه فامیلی، آشنایی، کسی، جایی که دست کسی بهت نرسه. زمین هم که فروخته بشه سهم هر کسی مشخص میشه. فکر کردیم با گاگول طرفین؟ ما رو بفرستین ناکجا آباد و خودتون همه پولا رو به جیب بزنین و دبارو که رفتی. نداداش، اگه اینجوری باشه با پیشنهاد وکیل کنار میام. کدوم پیشنهاد؟ یه پیشنهاد پرپول و بی خطر. طرف گفته حاضر دو برابر شما پول بده، پای پلیس مولیس هم وسط نکشه. چقدر دیگه میخوای؟ 20 میلیون نقد. شوخیت گرفته؟ ارزون حساب کن مشتریشی، دند و گرد شدی. همین که گفتم اگه قرار ریسک کنم باید ارزشش رو داشته باشه.
باشه قبول، 10 میلیون پیش، بقیهش هم واسه تضمین که دهنت قرص ببونه، ولی الان همرام نیست، فردا یه جوری به دستت میرسونم. قبل از 10، اگه دیر بشه دیگه مسئولیت قبول نمیکنم. پولو که گرفتی خرت به داداش جمع میکنی، یه مدت میری یه جای خودو گم و گور میکنی. وای به حالت اگه فردا بیام اونجا ببینم با زنت نشستی تو عید داری رو به گوجه درست میکنی. نه خیالت راحت، میرم یه جایی که عقل جنم بهش نرسه. میترسم این مارمولک کار دستمون بده. نه بابا، این عددی نیست، جهان آدم خطرناکیه، با دست به جمعونه. جهان اونقدر که نشون میده آدم زرنگی نیست، از پسش برمیام. یعنی نمیخواد با من روبرو بشه؟ اینقدر از من بدش میاد؟ ستایش میگه صحبت درباره گذشته هیچ چیز رو عوض نمیکنه. شاید شنیدنش تلخ باشه، اما اونجز کینه و نفرت نسبت به شما هیچ حسی نداره. پس بهتره بهش یه مدت فرصت بدین تا اون تصویر غلط و سیاهو از ذهنش پاک کنه. اما اون باید بدونه که من مقصر نیستم. میفهمه، فقط نیاز به زمان داره. من مطمئنم همه چیز درست میشه. زنده ای، من با دایی جهان حرف زدم، همه چیزو برام تعریف کرد. مطمئنم هیچ کدوم از اون حرفایی که علیه دایی جهان شنیدین حقیقت نداره، دروغه، پاپوشه. من اگر جای شما بودم کمکش میکردم تا بیگناهیش رو ثابت کنه. من نمیتونم باور کنم این همه اتفاقات عجیب و غریب و پشت سر هم فقط واسه نابود کردن جهان باشه. اگه راست میگه و تو قضیه ستایش بی تقصیره، چرا دست روی دست گذاشته و کاری نمیکنه؟ میدونم تحمل این همه بحران و مشکل کار آسونی نیست، اما همیشه یه چیز رو یادتون باشه، شما روزای سخت‌تر از اینم داشتی. فعلا تنها چیزی که برام مهمه ستایشه. بهزاد هیچی نمیدونه، یعنی هنوز بهش نگفتم، نمیدونم اگه بفهمه چه اتفاقی میفته. تو اینو الان باید به من بگی؟ آره الان باید به من بگی. برای چی سر خود رفتی مهریتو بخشیدی؟ هان برای چی هر غلطی که دلت میخواد میکنی بعد بالا همیشه میای سراغ من؟ من فقط میخواستم اعتماد بهزادو به خودم جلب کنم، همین. میخواستم رفتارشو با هم عوض کنه. عوض شد؟ حرف بزن، میگم عوض شد. خب اون همینا میخواست دیگه، میخواست تو خسته بشی تا مفت و مجانی از شرت خلاص بشه. من از اون بچه دارم، اینو میفهمی؟ این چرت و پرت رو تحویل من نده. اون بچه تو که ازت میگیره هیچ، خودت هم با یه پس کردنی از خونه میندازی بیرون. اصلا شدم نه اتفاقا شاید قید بچه‌ش هم زد و داد به خودت، وقت تو میمونی و یه بچه که یه عمر وبال گردنته. به جای این حرفا بگو حالا چی کار کنم. ببین یلدا، اون بچه که گناهی نداره، برای چی باید بیاد تو این دنیایی که جز بدبختی و بیچارگی هیچی نصیبش نمیشه؟ خب میتونه نیاد، هم به نفع توه هم به نفع اون. اینجوری میتونی یک عمر با خیال راحت به آیندت فکر کنی. باید بندازیش. چی؟ شاهین؟ بله آقا جام. همین الان میری در خونه منصور، انقدر بس میشینی تا سر کله اتابک پیدا شه. میخوام تا شب نشده پیداش کنم بندازمش گوشه زندان. ببخش فضولی میکنم، اتفاقی افتاده؟ کوتاهی کردم، شل اومدم آقا شاهین. اگر سهل‌انگاری نمیکردم همون روز اول اتابک و تحویل قانون داده بودم، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. الانم حقمه، باید بکشم. اتابک کاری کرده؟ هیچی نپرس، فقط کاری که بهت گفتم انجام بده. برو ببینم چیکار میکنی. چش آقا. خب نه آقای سلیمانی، شما لطف کن هوای مسافره رو داشته باش. آره منم الان آقای بیاتو میفرستم. نه فعلا صداشو در نیار، همین مونده مسافره بفهمن. باشه خدافظ. چی شده؟ پاشو برو فرودگاه، مثل اینکه واسه چند تا از مسافره ی آژانس ما و مسافره ی آژانس دیگه بلیت مشابه صادر کردن، اونا هم موندن به کی کارت پرواز بدن. خب حالا چارش چیه؟ چارش اینه که شما مثل یه مدیر خوب و وظیفه شناس باشی، بری اونجا حق و حقوق مسافرات دفاع کنی. مگه نمیبینی من کلی کار دارم؟ خودت برو دیگه. ها آقای باغیرت،
میدونی ساعت چنده؟ من این وقت شب پاشم برم وسط بیابونی؟ خب کاری نداره که با آژانس برو، با آژانس هم برگرد. منم دقیقه یه بار بهت زنگ میزنم که نترسی. متاسفم. من خارج از زمان اداری هیچ کاری غیر از رسیدگی به خونه زندگیم انجام نمیدم. روشنک. میگم نکنه همه این خرابکاری ها زیر سر خودته. چی؟ آره همینه. تو میخوای با این کار اعتبار شغلی منو ببری زیر سوال. میخوای نشون بدی که من کار بلد نیستم. چطور تو زمان مدیریت تو از این مشکلا پیش نیومد؟ نمیومد چون من کارمو بلد بودم. به منم نیست که باید این کارا باشی. بهت نشون میدم که چی کار است. چشم مامان جان. حواسم به همه چیز هست. کاری با من نداری؟ گوشی با روشنک حرف بزنی. خداحافظ. روشنک مامان. در زمان قرامین. من اصلا خوشم نمیاد مسئله کار خونه با هم قاطی شه. سلام مامان جون. قربونتون برم. ممنون. ممنون. منم خوبم. بله. خسته نباشین. مثل اینکه حسابی سرتون شلوغه. چه میشه کرد؟ مدیریت این دردسرا هم داره دیگه. آرامی، روشنک چی میگه؟ راست آقا به حساب میخواد یلدا رو طلاق بده؟ اه 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 به شما هم گفت؟ من نمیفهمم. این دختره دهنش چفت و بست نداره؟ راستش بهزاد دیروز زنگ زد آژانس گفت بیا شاهد طلاقمون باش، ولی من که نرفتم چون اصلا این کارا تو خون ما نیست. میدونید که یعنی جدا شدن دیگه؟ بله دیگه الان جدا شدن. دایی جهان و زنده ای چی؟ اونا از ماجرا خبر دارن؟ نه هنوز وقت نکردم بهشون بگم. البته خود بهزاد گفت بهشون نگم. شانس بیاریم این روشنک دهن لقی نکنه. ببخش من برم به کارام برسم. خواهش میکنم. الو. سلام. تو هیچ معلوم از کجایی؟ عدس درست بود. جهان دست به کار شده. به پا گذاشته بسن. میدونستم بیکار نمیمونه. تو رفتی سراغ این رو فریدونه؟ آره پولو بهش دادم. قرار شدم امروز فلنگو ببنده و از اونجا بره. خیلی خوب. تو هم بهتر بعد از این بیشتر مراقب رفت اومدت باشی. کمتر از خونه. بعدش هم با این تلفن کارتیا صحبت کن. خطرش کمتره. تو چی کار میکنی؟ منم اگه تونستم از شهر این به پای خلاص شم یه سری بهت میزنم. فعلا. کجا به سلامتی؟ یه اتاق کوچیک کرایه کردم میخوام برم اونجا. مبارک باشه. اشوره اجازه گرفتی؟ برو بابا حال نداری.
چرا حالی دیست گلی خانم؟ شانس در خونمون زده، وقتش جیب گشاد کنیم و پول بشمریم. تو حرف حساب چیه؟ همین الان دمین مطمئن نگرفتم اینهاش. الان وقتش دوباره برای این پولو بگیرم اونا رو بفروشم به وکیله. اینجوری هم به پولمون میرسیم، هم از دست قانون و دردسر راحت میشیم. تازه اگه وکیلم اهل معامله نباشه باز یه چیزی تایی کاسمون نمیاد. زبر و زرنگ شدی آقا فری. من رو دست کم گرفتی گلی خانم. یه عمر به خاطر خلافای علکی زندون بودم، حالا وقتشه تلافی کنم. برو شماره وکیل رو بردار بیار. سلام. از مادرت شنیدم اتابک چه نمایشی رو انداخته. جای شما خالی بود. لابد میخواین بگین هر کی تنها بره پیش قاضی راضی برمیگرده. آره میدونم، ولی من اگه جای شما بودم میرفتم و بیگناهیمو ثابت میکردم. باشه، پس کمکم کن این کارو بکنم. چجوری؟ من میدونم هنوز با اتابک در ارتباطی. اون کجاست؟ میخواین بدینش دست پلیس؟ گوش کن پسر، من اگر تو الان صبر کردم فقط به خاطر تو بود، چون نمیخواستم به لحاظ روحی صدمه‌ای بخوری. اما مطمئن باش زندان حق اتابکه. حرف دیگه هم مونده؟ آقا بهزاد، من دنبال انتقام شخصی نیستم، فقط میخوام با پیدا کردن اتابک به این مسائل خاتمه بدم. اینطوری قانون بین من و اتابک حکم میکنه. من ترجیح میدم تو این قضیه دخالت نکنم. شرمندم، کاری از دست من بر نمیاد. ببخشید. فریدون هستم آقای ملک‌پور، همونی که امروز تشریف آورده بودیم خونه. زنگ زدم عذرخواهی کنم، اگه میدونستم تشریف میاری منتظرتون میموندم. الان کجا هستیم؟ جای دوری نیستم، زیر سایه شما. گفته بودین باهاتون تماس بگیرم. امری فرمایشی چیزی با من داشتین؟ میخواستم ببینم اونی که 24 سال پیش دختر بچه بهش فروختم چه شکلیه. میتونیم یک گپ خصوصی با هم داشته باشیم؟ چرا که نه آقا وکیل، کی بهتر از شما؟ اما بدون مأمور مفتش. راستشو بخواید من به اتابک مغروزم. واسه همین این دروغا رو سر هم کرد. بسیار خوب، بیاید با هم بریم آگاهی، همین صحبت ها رو اونجا بکن. نمیشه دیگه قربونت برم. گفتم که من به اتابک مغروزم، تا صافش نکنم نمیتونم حرفی بزنم. خب این بدهکاریتون چقدر هست؟ قابل شما رو نداره. 30 میلیون. 30 میلیون. باشه، حرفی ندارم، اما باید ببینم این حرفای شما ارزش این مبلغ رو داره یا نه. مطمئن باشین اگه نداشت مزاحمتون نمی‌شدم. من رفیق سیروس بودم، میدونم پشت پرده دزدیدن دخترتون چه ماجرایی بوده. حقارو بهتون میگم. خوبه خوبه، کی میتونیم هم دیگه رو ببینیم؟ من جلو دفترتون هستم، تشریف بیارین. دست چکم یادتون نره، لازمتون میشه. باشه. باشه، بس من تا 1 ساعت دیگه جلوی دفتر میبینم اتون. ای به من اینه که زیادی سادم.
هر کی راه میرسه با 4 تا وعده وعید علکی اقبالم میکنه. عقل که تو سرم نیست. گوشه اسکناسو که میبینم دست و پام شل میشه. وگرنه منو چه به این غلطا؟ برو سر اصل مطلب. اتوبکو از کجا میشناسی؟ اصل مطلب بی پولی و نداری این مخلصه که آدمو وادار میکنه دست به هر کاری بزنه. وگرنه من خیلی وقت توبه کردم گرد خلاف ملاف نرم. الانم که اینجام به خاطر عقوبت کاره. گفتم بیام روک و راست همه چی رو بگم تا یه وقت شر این قضیه دامنمو نگیره. ببین اگه دنبال تلکه کردنی چیزی از من گیرت نمیاد. اما یه قولی بهت میدم. در صورت همکاری شکایتمو پس میگیرم. دم شما گرم. یعنی شهادت ما اینقدر واسه شما نمیارزه که پول بابتش خرج کنین؟ شاید حالیتون نیست که چه بلایی دارن سرتون میارن. تمام این بازی ها یه نقشه است که سر شما رو جای دیگه گرم کنن که کار خودشون رو پیش ببرن. براتون مهم نیست؟ چرا هست؟ برای همین میخواستم ببینمت. اما من هیچ وقت تو زندگیم به کسی باج ندادم. چون رشوه گرفتن و رشوه دادن کمک به گسترش جرم و فساد تو جامعه است. گناه؟ دست شما در نکنه. این همه را ما رو کشوندی اینجا که درس اخلاق بهمون یاد بدی. ببین آقا وکیل، من فقط یه چیزو میفهمم. بیمایه فطیره. اگه میخوای اطلاعات بگیری باید بابتش پول خرج کنی. گفتم که معامله نمیکنم. شما با من میای آگاهی، هر اطلاعاتی در مورد اتابک و منصور داری در اختیار پلیس میذاری، منم رضایت میدم برمیگردی پیش خانواده. نه داداش، اینجوری تو زحمت میفتی. اما بهتر که من با طلبکارم کنار بیام و منت شما رو نکشم. لذت زیاد. آقا فریدون جانم، این آخرین فرصته. به نفته که با من کنار بیای. چون پاتو از اینجا بذاری بیرون ممکنه بیفتی گوشه زندان. پس اگه تونستی منو بگیر. من این کارو نمی کنم. قربون آدم چیست فهم. سلام، آقای فریدون میمنت؟ بله. حسینی هستم از پلیس آگاهی. شما باید با ما تشریف بیارید. بفهم. دارم میرم آزمایشگاه. پس چرا نه بی سر صدا؟ فکر کردم خوابیدی، نمیخواستم بیدارت کنم. صبر کن من دوش بگیرم با هم بریم. آخه وقت گرفتم، دیر میشه. گفتن تا یه ساعت دیگه اونجا باش، وگرنه کنسل میشه میافته برای فردا. مسکی خیلی عجله داری طلاقت بدم. نه اینطوری هم نیست. اگه تو نخوای نمیرم. نه برو. بسید من بازیشی نگرانم. من که قرار نیست مهرتو بدم. برو. زود برمیگم. برنگشتی هم برنگشتی.
نگران نباش، طرف مطمئنه. قبلا هم شنیدم دستیاری جراح بوده، کارشو خوب بلده. با این حال من خیلی میترسم. از چی؟ چند ساعت بیشتر طول نمیکشه، بعدش هم از دستش خلاص میشی و دعاشو جون من میکنی. میتونم با بهزاد حرف بزنم، راضیش کنم که قید بچه رو بزنه. من مطمئنم اونم از من بچه نمیخواد. از کجا اینقدر مطمئنی؟ مرد وقتی حرف بچه پیش بیاد دست و پاشون شل میشه. بعدم بهزاد اگه پشیمون بشه نخواد طلاقت بده چی؟ حاضری تو خونش یه عمر مثل کلفت تأخیرت بکنه تو سری خور باشی؟ من که میدونم تو رو میشناسم، حاضر نیستی. بهزاد اگه بفهمه حسرت دیدن اون بچه رو به دلت میذاره. از تو بیا پیش دستی. سلام آقای دکتر. بازم شما؟ میخواستم چند لحظه وقتتون بگیرم. من به کمک شما احتیاج دارم آقای دکتر. از دست من هیچ کمکی ساخته نیست. ببینید آقای دکتر، ستایی زمینایی داره که اسنادش پیش منه، سند چند هکتار زمین که در حال حاضر از طلا هم با ارزش داره. این از کجا اومده؟ قضیهش مربوط میشه به سالها قبل، اون زمانی که من مجبور شدم از کشور خارج بشم. اون موقع ستایش تنها فرزند من بود. وقتی متوجه شدم که طلبکارا قصد مصادره اموالمو دارن، همه این زمینا رو به اسم اون کردم. پس به خاطر دخترت برنگشتی، اومدی که زمیناتو پس بگیری ها؟ نه، اومدم دخترم از خطری که تهدیدش میکنه نجات بدم. کدوم خطر؟ جهان. من یه وکالتنامه به اون داده بودم تا در غیابم همه کارمو انجام بده، ولی نمیدونم چجوری شد قبل از رفتنم بهش شک کردم. به همین خاطر همه زمینا رو به نام ستایش کردم، ولی چیزی بهش نگفتم. جهان به خاطر همین زمینا ستایش رو دزدید. میخواست با سرنوشت کردن اون صاحب همه اون زمینا بشه. شما خیلی راحت به این اون تهمت میزنین. من برای همه حرفام سند و مدرک دارم آقای دکتر. ببینید، من میخوام قبل از اینکه اتفاقی برای ستایش بیفته از شر این زمینا خلاص شم. الهام به این زمینا احتیاجی نداره، ولی بهزاد داره. منم همینطور. اون موقع که من این سند رو به اسم ستایش کردم، خبر نداشتم که پسرم تو راه. وگرنه مال اموالم جور دیگه ای تقسیم میکردم. به هر حال اونم حق و حقوقی داره و باید از این زمین ها سهمی نصیبش بشه. خب حالا از من میخوان که چیکار کنم؟ تا زمانی که این زمین های لعنتی به نام ستایشه، جهان آدماش دست از سرش بر نمیدارن. میخوام ازتون خواهش کنم باهاش صحبت کنی، راضیش کنی تا با من بیاد محضر. محضر؟ چرا؟ چون فقط اونه که میتونه زمین ها رو به من برگردونه. قصد دارم همشو بفروشم، پولشو بین جفتشون تقسیم کنم. فکر نمی کنم الهام همچی پولی رو قبول کنه. میتونه همشو خرج امور خیریه کنه. خواهش میکنم آقای دکتر، کمکم کنین تا از شر این زمین ها خلاص شیم. قول نمیدم، ولی سعی خودم رو میکنم. خیلی ممنون، پس منتظر خبرتون میمونم. بسیار خوب. سلام آقای دکتر، به سلامتی برگشتین سر کار؟ سلام. خیلی دوست دارین این اتفاق بیفته؟ اگه برگردین برای خودتون بهتره. با اجازه. خانم رادمهر،
من اینجام چون دکتر رفیع اصرار داشت بیام واسه تست سلامت و انجام یه سری آزمایش. میخواست بدونه من هنوز حالم بده یا اینکه بهتر شدم. شما فقط خسته بودی، همین. ممنونم، شما لطف دارید دخترمه. فقط ای کاش کمی از این لطف هم نصیب الهام میشد. اون بیشتر از من به محبت احتیاج داره. من به شما محبت نمی کنم آقای دکتر، فقط سعی می کنم طبق وظیفه‌ای که دارم به افراد بیمار کمک کنم. اما در مورد ستایش، ایشون از نظر من حالش کاملا خوبه، فقط از دیدن خانواده جدید شوکه شده که اونم نیاز به کمی زمان داره تا با این شرایط جدیدش کنار بیاد. البته اگه منظورت از ستایش همون الهام خواهر منه، باید بگم استثنا باهاتون موافقم. الهام از لحاظ روحی به شدت آسیب دیده، نیاز داره یه مدت استراحت کنه، به شرط اینکه خانواده محترم شما اجازه استراحت رو بهش بدن. ولی تا اونجایی که من یادم خانواده ای من یه بار بیشتر مزاحمتون نشدن. نمیدونستم پدر واقعی الهام جز به خانواده شما محسوب نمیشن. آقا عطابک؟ به هر حال کسی که حاضر بشه چند هکتار زمین رو بفروشه و پولش رو به عنوان جربان مافات به حساب بچه گم شدهش بریزه، باید مرا دست و دلباز و مهربونی باشه. شما اینطوری فکر نمی‌کنی؟ آقا عطابک همچین حرفی زده؟ لابد می‌خوام بگین از هیچ چی خبر ندارید. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ قبل خواهش شما من با الهام صحبت کردم. اون حاضر نیست برگرده خونه مادرش. دوباره سعی خودتون رو بکنید. اون باید برای یه بارم که شده برای دیدن مادرش بیاد. اینجوری با هم حرف میزنن و مشکلاتشون رو حل و فصل میکنن. ببخشید خانم رادمر، به نظرم اگه شما به جای پزشکی مددکاری اجتماعی میخوندید خیلی بهتر بود. چون بیشتر از اینکه دستتون به سرم و سرنگ عادت داشته باشه، کار خیر و ثوابه. منظورتون چیه؟ هیچی، فقط به نظرم آدم خیلی جالبی هستین. چون یه روز با خواهرم نقشه میکشین منو نجات بدین، حالا هم که از من کمک میخواین تا خواهرمو نجات بدیم. این روزا آدمی مثل شما کمتر پیدا میشه، مهربون، فداکار، دلسوز. ببخشید آقای دکتر، راستش منم فکر میکنم شما بهتر بود به جای پزشکی ادبیات میخوندی، چون استعداد خیلی خوبی تو صنعت گوشه و کنایه داری. با اجازت. فریدون به تمام مواردی که شما اشاره کرده بودین اعتراف کرد. پولی که از عطابک بابت شهادت دروغ علیه شما گرفته، رابطش با منصور و عطابک، و از همه اینا مهمتر موضوعی که باعث میشه حلقه این ماجرا گردتر بشه، کسی که ستایشو به فریدون فروخته. اون کیه؟ سیروس نصیرنیا، برادر ناتنی منصور خورسند. چیزی شده؟ نه، فقط امیدوار بودم اینطور نشه. چرا؟ چون سیروس پدر عروسمه. که اینطور؟ به هر حال با پیگیریایی که ما انجام دادیم معلوم شده که سیروس نصیرنیا از کشور خارج نشده. ولی اینکه خانوادهش چرا هنوز اعلام مفقودی نکردن جای تعجب داره. پس داخل کشوره. من از دخترش شنیدم که سیروس به دلیل اعتیادش هر چند وقت یه بار میرفته و بعداً سر کلش پیدا میشده. جناب سروان، اگر امکان داره چیزی در این باره به خانوادم نگیم، چون طرح این مسئله جز این که تنور اختلافات خانوادگی رو داغ‌تر بکنه هیچ سودی نداره. اگر اجازه بدین وقتش که رسید خودم با همسرم و پسرم این موضوع رو در میون میذارم. باشه، اشکالی ندارم. ممنون. این چیه؟ فیش حقوقی این ماه. خب از حقوقم 10% کم شده. جدا؟ چرا؟ نمیدونم، من هم اضافه کاریامو وای میستم، همین که تو این ماه غیبت و تأخیر نداشتم. خب حتما یه مشکلی پیش اومده، اشتباه شده. فیش حقوقی آقای عاملی چی؟ اونم اشتباه شده. چطور مگه؟ ایشون توی این ماه 5 روز مرخصی داشتن، هر روزم با تأخیر میان سر کار، وقت به حقوقشون 20% اضافه شده.
تو نگران نباش، من خودم رسیدگی میکنم. من به این حقوق احتیاج دارم. هزار جور قرض و گرفتاری دارم. او خدا از حقوق من کم نکنید. نگران نباش، من خودم درستش میکنم. روشنک جون، من اصلا آدم حسودی نیستم. اصلا هم کاری ندارم که کی چقدر حقوق میگیره. ولی فکر میکنم هر کی هر چقدر که زحمت میکشه همونقدر باید مزد بگیره. وگرنه اینجوری هیچ کس کارشو درست انجام نمیده. تو خیالت راحت باشه. من میدونم این مشکل از کجا آب میخوره. ممنون. برای چی از حقوقش کم کردی؟ مدیریت اینجوری تشخیص داده. میشه بگید ملاک این تشخیص چی بوده آقای مدیر؟ این خانم به درد کار توی آژانس نمیخوره. هر وقت دیدمش یا داره دم کانترا پچ پچ میکنه یا داره با موبایلش حرف میزنه. نه خیر، همه اینا بهانه است. تو از حقوق این دختر بیچاره کم کردی. چرا؟ چون گفته بود مدیریت من بهتر از توه. به حقوق آقای عاملی اضافه کردی چون اولین نفری بود که به مدیریت تو تبریک گفت. خانم رادمر، خیالاتی شدین. من بین کارمندام هیچ وقت فرق نمیذارم. ولی تو داری با این کارات بین بچهای آژانس تفرقه میندازی. تو نمیخواد نگران اونو باشی. من از تو بهتر میدونم اون بیرون چه خبره. هرچی باشه تا چند روز پیش تو جبهه اونا بودم. از جیک و بوکشون با خبرم. میدونم پشت سر مدیریت چی میگن و چه جوری زیرا به هم دیگه رو میزنن. ولی تو هم داری همون کاریو میکنی که اونا میکنن. نمونهش همین آقای عاملی. دو ماه پیش به بهانه عمل قلب مادرش اومد 10 میلیون تومان از آژانس وام گرفت. یک هفته بعدش کاشف عمل اومد، ایشون رفتن ماشین خریدن. اون وقت شما به جای توبیخ و کم کردن حقوقش اومدی به حقوقش اضافه کردی؟ چرا؟ چون دوست داشتم. سوال دیگه ایم هست؟ شما سعی کن کار خودتو خوب انجام بدی. در ضمن از این به بعد تو کارهایی که اصلا به شما ربطی نداره با من بحث نکن. باشه، پس فقط در مورد مسائلی که به من مربوط میشه صحبت میکنیم. لیست مسافرهای لبنان 2 روز مونده به پرواز، ولی بیشتر از 2/3شون تسویه حساب نکردن به خاطر بزمه بخشش شما. لیست تورای کنسل که کلی بهمون خسارت زده، علتش هم سهل انگاری شماست. لیست بدهکاری های آژانس، لیست هتلایی که همه قراردادشون رو با ما فسخ کردن و لیست بدهکاری های آژانس. در ضمن شما قرار بود امروز صبح بری هواپیمایی 30 تا صندلی چارتر برای پکن بگیری و نرفتی و دیگه هم نمیخواد بری، چون احتمالاً الان یه دونش هم نمونده. احسنت. باریکلا. فکر نمی‌کنم تو این چند روز بتونی انقدر واسه من پرونده سازی کنی. به نظر من تو یه دختر خودخواهی که جز خودت هیچ کس رو نمی‌بینی. بعضی وقتا پیش خودم فکر می‌کنم کاش قبل از ظهر بشه یه مشاوره خانواده می‌رفتیم. تو الان می‌خواستم کمکت کنم ولی نخواستی. از الان به بعد بهت میگم با کی طرفی. آقای مدیر. چرا وایسادی؟ خب بیا دیگه. نکنه خودتو میخوای یه عمر اسیر موجودی بکنی که جز شر و گرفتاری برات هیچی نداره. آخه تو فکر کردی اگه به دنیا بیاریش برای آدمای اون خونه که به خونه تشنن میشی عزیز و سوگلی؟ یا رفتار بهزاد باد عوض میشه؟ نه عزیز من، 2 روز دیگه که قضیه بابات رو بشه دمار از روزگار در میارن، بعد مجبوری با یه بچه بری توی قبرستون لونه کنی. میترسم. هی میگه میترسم. تو باید از بودن این بچه بترسی نه از نبودنش. 2 روز دیگه که این کوچوله مامانی بزرگ بشه میشه یه هیولا که تمام زندگی تو میبله. آخه تو چرا از این فرصت استفاده نمی کنی تو برای همیشه از شرش خلاص شی؟ چون بچه‌مه، دوستش دارم. من میفهمم، اما تو نمیخوای بفهمی. این دوست داشتن زندگی تو نابود میکنه. تو فکر کردی جهان زنش اجازه میدن نوشون یه زنی بزرگ بکنه که انگ کلاهبرداری و شیادی رو پیشون چه؟
من.